عزیزان، در این درس میخوام راجع به لی‌آوت ها براتون صحبت کنم. فرض کنید که اومدیم اینجا رو یه سری تکس گذاشتیم و عکس گذاشتیم، ولی میخوایم لی‌آوتش رو عوض بکنیم. کافی است توی هوم تب بیام روی لی‌آوت و یه لی‌آوت دیگه انتخاب کنیم، مثلا این رو. میتونید حتی لی‌آوت رو دستی هم تغییرش بدید، بزرگش کنید، عکسش رو، تکسی رو پاک کنید، عوض بکنید. هر کاری دوست دارید میتونید باش انجام بدید. کنترل زد برمیگردم. هر تغییراتی رو به وجود آوردیم، اگه به همش ریختیم و دوست نداشتیم که اون شکلی باشه، میتونیم بر روی ریست بزنیم. با این تفاوت که توجه داشته باشید ریست برمیگردونه به حالت اولیه پیشفرضی که مایکروسافت در نظر گرفته. یعنی حتی تغییراتی رو که ما به وجود آوردیم، مثلا گفتیم right to left باشه تکستمون، اون رو هم از بین میبره. نگاه کنید. شد left to right. کنترل زد میزنم برمیگردم. پس برای ما بهتر است که کنترل زد بزنیم برگردیم. ولی اگه دوست داشتید میتونید کار دیگری انجام بدید که ریست بهتون کمک بکنه. به جای که از پیش فرض استفاده کنید، تغییر بدید پیش فرض مایکروسافت رو. یاد گرفتید توی سلاید ماستر ویو سلاید ماستر. من به جای که تغییرات در روی این به وجود بیارم، اینو میذارم باشه. داپلیکیتش میکنم. میدونید که میتونستم یه دونه جدید بلانک به وجود بیارم، مثلا کاملا جدید باشه، خودم همه کاراشو انجام بدم. نمیخوام این کار انجام بدم. دست راست کلیک میکنم، میگم داپلیکیت لی اوت. لی‌آوت جدید به وجود میارم، دو مرتبه دست راست کلیک میکنم، میگم رینیم، برای اینکه میخوام توی لیست اسامی اون لی‌آوت ها بشناسمش. میتونم به انگلیسی بنویسم سیتی، ترجیح میدم که فارسیش کنم، بنویسم شهر، رینیم. حتی میتونم مثلا یه دونه از این پلیس هولدر ها رو بگیرم و انتخابش کنم و بزنم بر روی دلیت، پاکش کنم و اصلا یکی دیگه به وجود بیارم. چگونه؟ اینجا توی insert پلیس هولدر انتخاب میکنم که میخوام کانتنت باشه، تکست باشه، پیکچر باشه، چارت باشه یا تیبل میز باشه و بقیه گزینه ها. میخوام کانتنت باشه، انتخاب میکنم، کلیک میکنم، حرکت میدم و بعد یه جایی رهاش میکنم. فرض کنید مثلا این تکست ها رو دوست ندارم، پاکش رو میکنم و بعد میخوام بگم که اگر در بخش کانتنت تکستی نوشته شد، اینجا به صورت چپ قرار نگیره و left to right نباشه. میرم توی هوم، میگم میخوام right to left باشه، میخوام بالا باشه وسط. بالا رو اینجا میتونم مشخص کنم، align text top، وسط رو اینجا، از این بعد اینجا قرار میگیره. میخوام رنگش هم مثلا به جای اینکه این رنگی باشه، یه رنگ دیگری باشه. میبینید؟ میخوام موقعی که توی place holder، توی این بخش کانتنت، یه کانتنت گذاشته شد، حالا عکس هر چیزی هست، افکت داشته باشه، میام میگم که align text more options، یه پین برای من باز میشه. اگه بخوام تکست رو تغییر بدم و افکت بدم، فرض کنید این تکست رو انتخاب میکنم، ببینید چجوری هست. میام انتخابش میکنم و بعد میگم که افکت مثلا reflection بده. از توی پریست ها مثلا این رفلکشن رو انتخاب میکنم، میبینید که رفلکشن براش به وجود آورد. کنترل زد برمیگردم. میتونم بگم سایه داشته باشه، مثلا شادو داشته باشه. میبینید سایه براش به وجود آورد. کنترل زد برمیگردم. حتی میتونم برای خود کانتنت انتخاب کنم، یعنی به جایی که تکست آپشنز باشه، بیام شیپ آپشنز و بعد بگم که افکت میخوام، میخوام رفلکشن داشته باشه به این شکل. اگه توجه کنید یه رفلکشن از این بالا تو این پایین قرار گرفت. اجازه بدید اینو کوچیکش کنم متوجه شید. میبینید یه رفلکشن از این بخش پلیس هولدر اومده، رفلکشن یا انعکاسی رو برای من به وجود آورده. خب حالا این تکست سفیده این بالا رو که به صورت عنوان هست رو انتخاب میکنم و بعد میگم که میخوام right to left باشه، وسط باشه و وسط باشه و میدل. دقیقا اینجا قرار میگیره. خب اجازه بدید تکس پایینی رو هم انتخاب کنیم، بگیم right to left باشه. همینجا جاش خوب است، رنگش هم مناسبه. میدونید که من میتونم حتی تکس ها رو تغییر بدم، به جای انگلیسی فارسی بنویسم. حالا برای اینکه ببندمش میام توی slide master و
و بعد میگم close master view. برمیگردم اینجا. این layout رو میخوام عوضش کنم. layout شهر رو میبینید. کلیک میکنم. میبینید که دقیقا به همون شکلی که انتخاب کردم در اومد. reflection داره اینجا. انعکاس داره عکسم. و بعد هم تکست دقیقا همون شکلی هست که دوست داشتم. بازم البته میتونم تغییرش بدم. به تب میدونید. حتما نبایستی توی سلاید مستر باشیم. میتونیم بیایم اینجا و تکست رو انتخاب بکنیم. و بعد برای تکست در نظر بگیریم که مثلا شادو داشته باشه. میبینید؟ یا هر چیز دیگه، هر افکت دیگری که دوست دارید. امیدوارم درستم به درتون خورده باشه.